سلام همراهان عزیز، حاشیه. متاسفانه با خبر تلخ فوت فردوس کاویانی بازیگر پیشکسوت سینمای ایران در خدمت شما هستیم، پس با ما همراه باشید. متاسفانه روز گذشته نیز یکی دیگر از بازیگران هنرمند و پیشکسوت سینمای ایران فوت شد. فردوس کاویانی را که با سریال خاطر انگیز همسران و آژانس دوستی میشناسیم، بعد از مدت‌ها تحمل بیماری در سن 82 سالگی دار فانی را ودا گفت. اگر شما هم توی اون سالها این سریال‌ها را دیدید، از خاطراتتون برامون بنویسید. کاویانی که سالها بود کمکار شده بود، بعد از 6 سال در اردیبهشت 96 در 14 جشنواره شب بازیگری شرکت کرد و وضعیت جسمانیش موجب تعجب اهالی هنر و مردم شد. این بازیگر که به شدت از ضعف جسمانی و حرکتی رنج می برد، حتی حضور در آن مراسم هم برایش بسیار سخت بود و تنها توانست بریده بریده بگوید که امروز خیلی خوشحالم. در فضای مجازی شایعه های مبنی بر این بود که کاویانی مبتلا به آلزایمر هست، اما ایشون مبتلا به بیماری پارکینسون بودن و علت فوتشون هم همین بیماری بود. بیماری پارکینسون یک بیماری عصبی و پیچیده هست که بر سیستم حرکتی بدن تأثیر میذاره. این بازیگر هم سالها با این بیماری دست و پنجه نرم میکرد و حتی حرف زدن هم برایش دشوار بود. اما فردوس کاویانی همیشه به عنوان یک بازیگر برجسته در عرصه هنر در ذهن ما میماند. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که از اخبار جنجالی با خبر میشید. فردوس کاویانی متولد 3 مهر 1320 در کرمان بوده و فارغ التحصیل بازیگری از دانشگاه تهران و دانشجوی انصرافی زبان آلمانی از دانشگاه برلین بود. فعالیتش را با تئاتر شروع کرده و با سریال همسران به شهرت بسیاری رسید. در سال 49 در 29 سالگی و بعد از 9 سال بازی در تئاتر، اولین بار با فیلم تجاوز جلوی دوربین رفت. بعد از انقلاب هم در سال 1359 با فیلم چوپانان کویر به سینما بازگشت و با سریال همشهری وارد تلویزیون شد. اما باید بدونید که اوج درخشش کاویانی بازی در سریال پربیننده همسران در سال 1373 با نقش کمال بود. او در این سریال در کنار مهران مهین ترابی در نقش میهن، فرهاد جم در نقش علی و الهام پاونژاد در نقش مریم به شدت به شهرت رسید. ما هم به نوبه خودمون به خانواده این بازیگر عزیز تسلیت میگیم و براشون آرزوی صبر داریم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه ما بودید.